با آیتم بیوگرافی خیلی خوش اومدین. تو این قسمت با آقای شهرام خسروشاهی آذر با اسم هنری سندی میپردازیم. متولد 1336 از پدری ترک و مادری کرد در شهر آبادان هست. فرزند دوم خانواده است. علاقش به موسیقی از سن 6 سالگی شروع میشه و تو خاطراتش گفته اولین بار روی استیج تو همون سن 6 سالگی توی اجرا توی مدرسه شروع به گریه کردن میکنه و همون میشه انگیزه برای دنبال کردن موسیقی. تو دوران دبیرستان شروع به یادگیری ساز و موسیقی به صورت علمی و جدی میکنه و تو همون دوران با تشکیل یه گروه موسیقی راهی تهران میشه. سال 1355 و تو سن 19 سالگی برای خانم بتی آهنگ هل داندان رو میسازه که اولین تجربه کاری موفقش به حساب میاد و باعث میشه بین جامعه موزیسین‌های ایرانی بیشتر شناخته شه و بعد از اون هم با هنرمندهایی مثل شاهرخ، نوشافرین و داریوش شروع به همکاری میکنه. سال 57 و بعد از بسته شدن کلاب‌ها در تهران دوباره راهی آبادان میشه و تو سالهای اولیه جنگ ایران و عراق ساکن اندیمشک بوده. بالاخره تو سال 1362 و تو سن 26 سالگی به آلمان مهاجرت میکنه و بعد از شروع زندگی جدیدش تو آلمان همکاری خودش رو با یک شرکت آلمانی به نام آروندا از سر میگیره. اوج فعالیتش تو این شرکت هم به سال 1368 یا 1989 میلادی برمیگرده که قطعه رمبو رو برای بیکینی میسازه و به شهرت خیلی زیادی میرسه. شهرام آذر گروه سندی رو تو سال 1987 یا 1366 در شهر فرانکفورت آلمان با همراهی دوستان نزدیکش بهزاد پیشرو، رضا سمیری و احمد عبداللهی تأسیس میکنه. سال 1995 یا 1373 تصمیم به مهاجرت دوباره میگیره و آلمان رو به مقصد امریکا ترک میکنه و تا به امروز هم ساکن شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای امریکا هستش. و همراه گروه سندی آلبوم‌های بگو دوستمداری 1371، دختر حاجی الماس 1372، دینگ دینگ 1373، کوبرا 1375، خواننده تاپ 1376، رقص جوونا 1378، تق 1383، سبک سنگین 1385، ایستگاه 7 1393، 1400 آلبوم 22 و جمعاً 20 تک ترک رو منتشر کرد. از همکاری‌های مهم دیگه شهرام آذر با خواننده‌های شناخته شده ایرانی میتونیم به ابی، شهرام شب‌پره، کامران هومن، حسن شمایی‌زاده، پیروز، طوفان، سپیده، نوشافرین، هنگامه، شهره، شیلا، افشین، لیلا فروهر و بیژن مرتضوی نام ببریم. 4 بار ازدواج کرده آقای آذر و حاصل این 4 ازدواج 3 پسر و یک دختر به نام های خشایار، کوروش، نیکی و برنا هستند. خشایار در کنار پدرش به فعالیت موسیقی پرداخته، برنا دیجی و برنامه گذار هست، کوروش تهیه کننده موسیقی و نیکی هم علاقه زیادی به شعر و ترانه داره. این یه معرفی مختصر و یک زندگی نامه کوتاهی از آقای شهرام آذر ملقب به سندی بود. امیدوارم آیتم بیوگرافی مفید بوده باشه براتون. تا بیوگرافی بعدی، خدا نگهدار.